نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام شهیدان و زندانیان مقاوم امروز 1105 روز و بیش از 3 سال از شروع تحصن ژنو می‌گذرد با درود به تک تک افرادی که طی این 3 سال با ما همراه بودند و در حد توان خودشان در تحصن و اعتراضات ما شرکت کرده و ما را یاری کردند و به ویژه درود بر عناصر اصلی این تحصن که در هر شرایطی علی‌رغم همه مشکلات فردی، خانوادگی و موانع زندگی در دیار غربت این سنگر را ترک نکرده و مستمر و بدون وقفه از خواسته اصلی این تحصن که همانا تضمین حفاظت اشرفی ها در زندان لیبرتی است کوتاه نیامدن بونجور مدام مسیو Je suis l'expert indépendant. آقای زایاس گزارشگر مستقل سازمان ملل در تحصن ژنو گفت من قبل از اینکه به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شوم با دردهای اشرفیان آشنا بودم من موقعیتی داشتم که شخصا با خانم مریم رجوی صحبت کنم احترام بی اندازه‌ای برای خانم رجوی و برای آنچه که شما انجام می دهید قائل هستم من به پایداری شما درود می فرستم. شما امیدتان را برای به دست آوردن حقوقتان از دست ندهید. یادآوری می کنم که در 9 دسامبر 2013 6 کارشناس گزارشگران مستقل سازمان ملل عضو گروه کار سازمان ملل یک بیانیه مطبوعاتی صادر کردند که خواهان یک تحقیقات قضایی مستقل در مورد چند قتل عام در کمپ‌های اشرف و لیبرتی شدند. تا امروز چنین تحقیقات مستقل قضایی پیش نرفته. اما من مانند شما برای گرفتن یک جواب مثبت مصر هستم. مشکل بزرگ در مورد نقض حقوق بشر سکوت است. که من آن را جنایت سکوت می‌خوانم. خیلی هستند که نمی‌دانند بر مجاهدین چه گذشته است. خیلی ها هستند که نمی‌دانند بر اشرف و لیبرتی چه گذشته است. ما گزارشگران سازمان ملل در قبال شما مسئولیت داریم. Je commencerai pour cet anniversaire de votre 4e année de sitting pour dire chers amis پاتریک لوسی نماینده پارلمان ژنو ضمن سخنرانی خود گفت من درباره 4 سال تحصن شما میگویم دوستان عزیز دوستان متعهد و وفادار به هدف دموکراسی که بسیاری از شما جانتان را برای رسیدن به حقوق اولیه خود که آزادی دموکراسی و اراده آزاد است فدا میکنید برخی میتوانند از خود سوال کنند چگونه این نماینده مردم شهر ژنو در مقایسه با آنچه شما دارید چه چیزی دارد که بگوید من فقط روی مفاهیم و اصولی که به خاطر آنها منتخب مردم ژنو هستم صحبت می کنم یعنی ارزش بردباری ارزش های درک و فهم دیگران و به طور خاص ارزش های کنوانسیون های ژنو یکی از نخستین ارزش های کنوانسیون ژنو را در سال 1929 برای زندانیان جنگی می توان دید که برای تک تک آنها آزادی جنگیدن برای ایده هایشان را تضمین می کند به نظر من همه شما مبارزان بهای مبارزه با رژیم ایران را در اشرف و لیبرتی با جان و خون خود و با تعهد خود پرداختید من از رئیس جمهور شما خانم مریم رجوی پیوستگی عمیق شما را برای تضمین یک رژیم دموکراتیک در ایران شنیدم دوستان ایرانی من از سالها پیش از شما حمایت می کنم. من در کنار شما خواهم بود برای اینکه بگویم ادامه بدهید و از حمایت خودم نسبت به شما تضمین می دهم که هدف شما درست است. شما برای آزادی ایران هستید. شما برای آزادی زنان و برای دموکراسی مبارزه می کنید. Votre engagement, car je sais l'avoir entendu de votre présidente, Madame Rajawi, votre profond attachement à vouloir distiller, insérer et institutionnaliser un régime démocratique dans votre pays. This is
corruption. Release 7 hostages. No, no, no. Trump Liberties Foundation. It's your obligation. UN, 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 UN